رادیو زمانه. سلام عرض میکنم، علیرضا هستم. اولش میخواستم به نوبه خودم خیلی خیلی تشکر کنم از رادیو زمانه برای دعوتشون. فرصت مغتنمی بودش که کنفرانسی که ما در لاهه داشتیم و کماکانم در جریان هستش که برای حضور اساتید و برای آخرین مراحل آمادگی هم دیداری تازه بشه. استادایی که از راه‌های دور و نزدیک تشریف آوردن، زحمت کشیدن، عذر میخوام، و هم که علاوه بر این که دیداری تازه میشه بتونیم توی رابطه با کارهایی که شده صحبت بکنیم و به طور خاص تو رابطه با وضعیت علوم انسانی و اجتماعی توی ایران بیشتر صحبت بشه. من خواسته شده که خیلی مختصر و مفید برای بعضی از دوستان آشنا هستن با پروژه، برای دوستانی که احتمالاً آشنا نیستن من در عرض چند دقیقه سعی می‌کنم که پروژه رو توضیح بدم، اون دوستانی که آشنا هستن تکرارش رو تحمل کنن. برای اینکه در صحبت صرفه‌جویی بشه یک فیلم کوتاه 1.5 دقیقه‌ای هستش، اولش پخش میشه، من در ادامه در خدمتتون هستم. بهروز به تازگی دیپلم گرفته و علاقه‌مند علوم اجتماعی رو فرا بگیره. لیلا امکان و اجازه رفتن به دانشگاه در شهر دیگه‌ای رو نداره. وحید پشت مانع کنکور در جا میزنه. مریم به دلیل باور مذهبیش نمیتونه وارد دانشگاه بشه. احمد به خاطر فعالیت دانشجویی از تحصیل محروم شده. سارا به دلیل تفکیک جنسیتی نمیتونه رشته مورد علاقش رو بخونه. علی توان مالی برای تحصیلات عالی رو نداره. شادی شاغله اما همیشه آرزوی تحصیل در کنار کار و خانواده رو داشته. حاتف پناهجوه و اجازه تحصیل نداره اما نمیخواد سالهای جوانیش تباه بشه. همه اونها میخوان افق خودشون رو گسترش بدن و مبانی علوم انسانی و اجتماعی رو فرا بگیرن. خوشبختانه برای اونها راه حلی وجود داره. ایران آکادمیا، گستره نوین برای آموزش علوم انسانی و اجتماعی. فرصتی برای آموزش آنلاین، تحصیل رایگان و با رویکردی بینارشته‌ای به دانش. جمعی از برجسته‌ترین اساتید مشتاقانه آکادمی رو در این مسیر همراهی و حمایت می‌کنند. اولویت ما گسترش آگاهی است. موضوع که ایران آکادمی است و موضوع اصلی در واقع این که چگونه به اینجا رسید، در واقع وضعیت همونجور که توضیح دادن آقای نیکفر، نقض سیستماتیک آزادی‌های علمی هستش که در واقع تو سال‌های اخیر بدتر و بدتر میشه. من سعی می‌کنم تو 4 مرحله خیلی کوتاه خدمتتون عرض بکنم که اصلاً مشکل چه بود، چه راه حلی توصیه شد برای این مشکل، برای این راه حل که بخشی از راه حل طبعاً هستش، قسمت کوچکی از راه حل ایران آکادمیا، تا به حال چه کار انجام شده و چه کارهای کماکان باقی هستش. بله، تو رابطه با مشکل من فکر کنم بیشترین چیزی که کمک میکنه مشکل رو درک بکنیم اون توی حافظه تاریخی ماها بیشتر برجسته است، در واقع وضعیت انقلاب فرهنگی هستش که به تعطیلی دانشگاه انجام مید و من طبعا همه آشنا هستید، برای اینکه وقت حضور رو نگیرم، یکی از پایه‌های اصلی که در واقع به هر حال حاکمیت تثبیت شدش همین انقلاب فرهنگی بودش، یعنی اهمیتش تا این حد بودش، یعنی به قول معروف منع کردن اندیشه و اندیشه انتقادی به طور خاص حالا توی زمینه علوم انسانی و محدودیتی که بر نسل جوان اعمال شد. حالا این در واقع به نوعی خودش رو داره تکرار میکنه در اون چیزی که بنابر خود نوشته ها انقلاب فرهنگی دوم نامیده میشه بعد از وقایع انتخاباتی سال 88 و که
دیگه از بالاترین سطوح حاکمیت رسما اعلام کردن، به نوعی اعلام جنگ بودش به علوم انسانی، و خب که در پی اون پیامدهای خیلی زیادی داشتش، نهادهای مشخصی مشخص شدن که بتونن اسلامیزه بکنن، به طور خاص بسیاری از رشته‌های علوم انسانی رو بسیاری از استادان به طور به قول ناخواسته در واقع مجبور به بازنشستگی شدن، بسیاری از دانشگاه خارج شدن، و توی همه این پهنا به هر حال تغییرات خیلی وسیع صورت گرفت که کماکان هم ادامه داره اینها و تاثیراتش کماکان هم باقی هستش. در واقع اون چیزی که به زبان آمار خودشون، البته اون چیزایی که من اینجا چند تا فاکت آوردم مربوط به سالهای 2011 12 اینا هستش، ولی اینا کماکان ادامه داره، رسما گفتن که 555 رشته درسی در 55 در واقع دیسیپلین رشته علوم اجتماعی مورد بازبینی قرار گرفته و اسلامی شده، که نمونه‌هاش زیاد هستش، نمونه‌های به قول من خیلی یه ذره برجستش که یکم نشون میده که چقدر قضیه حاد هستش. مثلا فرض کنید برنامه تنظیم خانواده رو، رشته تنظیم خانواده در دانشگاه رو عوض شده، به چه چیزی اصلا؟ نه فقط ظاهرش، نه فقط محتواش، اصلا دگرگون شده، شده شکوه همسرداری که به قول معروف دیگه میشه حد زد که به چه عمقی این داستان اتفاق افتاده. این مسئله فقط به اینجا ختم نشده، به طور خاص ادامه پیدا کرد این پروژه با جداسازی جنسیتی، و که بلاز آماری هم خیلی برجسته بودش، بسیار از رشته‌ها تک جنسیتی شدن. مثلا در دانشگاه اصفهان کسی علوم سیاسی، زنان علوم سیاسی رو نمیتونن تحصیل بکنن، که برخی نمونه‌هاش هستش، از این نمونه‌ها بسیار فراوان هستش. از مشکل که بگذاریم، در واقع اون چیزی که ما شاهد هستیم اونجایی که آزادی‌های آکادمیک و استقلال نهاد دانشگاه محدود میشه، محصولش در واقع فقط این نیستش که حقوقی از بعضی از افراد سلب شده، بلکه این تاثیرات رو به طور خیلی گسترده توی حیات اجتماعی و روزانه اون جامعه و آینده اون جامعه میذاره، یعنی تاثیراتش بسیار مخربتر هستش، محدود به اون افراد و ضرر و زیانی که اون افراد مشخص میبینن نمیشه. و این ما هم شامل این قاعده طبعا هستیم، ولی وضعیت امروز ما یه محفل کوچیک دانشگاهی بودیم، روزی روزگاری دور هم جمع شدیم، یه مقدار صحبت کردیم، شرط رو میدیدیم خب چه کار میشه کردش. اون برآوردی که اون موقع ما داشتیم، گفتیم که یک تفاوتایی داره شرط امروز ما تا 30 یا 33 سال قبل که انقلاب فرهنگی اتفاق افتاد. قبل از هر چیز خب عصر ارتباطات هستش، امکانات وسیع تکنولوژیک هستش، خب این میتونه به کمک ما بیاد. بعد از اون ما شاهد هستیم که بالاخره جامعه ایرانی، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، به طور خاص فعالین مدنی و کسانی که بالاخره دغدغه این دارن که حالا در پهنه‌های مختلف از جمله در پهنه تحصیل و حق تحصیل تغییر ایجاد بکنن، به هر حال این افراد الان توی این جامعه حضور دارن. شاید راه حل ها در 33 سال پیش در نسل جوان راه حل های دیگری بود، حالا به درست یا اشتباه اونجوری هم که صحبت کردن آقای علامه‌زاده، ولی الان به نظر رسید بالاخره این پتانسیل در جامعه مدنی هستش، فعالینی هستن که بتونن به نوعی شونه‌هاشون رو زیر بار این داستان بدن. و بعد از اون ما یک شبکه وسیع از در واقع آکادمیسین‌های ایرانی داریم در کشورهای مختلف که هر چند پراکنده هستن، ولی سرمایه بسیار بسیار قابل توجهی هستش. با توجه به این پایه‌ها این ایده در ما شکل گرفت که خب چطور میشه این واقعیت ها رو به نوعی در کنار هم قرار داد، چطور میشه همینا رو در یک پلتفرمی متمرکز کرد، چطور میشه از اینا بالاخره به یک نتیجه‌ای، به یک محصولی رسید، آیا میشه اصلا چنین کاری کرد یا نه. ایده از اینجا شروع شد و در واقع رسید به ایده ایران آکادمیا، که به طور دقیق اگه بخوام براتون بگم از سپتامبر سال 2011 به طور جدی به اصطلاح ما شروع کردیم در مراحل مختلف این موضوع رو پیگیری کردن. گفتنی زیاد هستش، من زیاد سرتون رو درد نمیارم، ولی ما بعد خیلی مسائل رو در ابتدا بعد اصلا میدیدیم که این استادانی که ما میشناسیم آیا خودشون هم راغب هستن به این دیدارهای. خیلی ما به طور شخصی بلند شدیم سفر کردیم بین پایتخت‌های مختلف اروپایی، استادای مختلف رو دیدیم، موضوع رو باشون در میان گذاشتیم و خوشبختانه دیدیم که استقبال شایان توجهی شدش، به طور خاص استادان که خودشون در این زمینه
به این موضوع فکر کرده بودن و واجب میدونستنش. و بعد از اون ما تقریبا هر سال یک کنفرانس داشتیم، البته تمام اون چیزی که من میگم اگه بخوام خیلی مختصر براتون میگم تا همین لحظه تماما به صورت داوطلبانه و تماما به صورت جمعی انجام شده و بدون کمک تک تک اون افرادی که به این پروژه کمک کردن غیر ممکن بودش. و توی کنفرانسایی که برگزار کردیم توی هر مرحله اون مسائل و مشکلاتی که به لحاظ تکنیکی، فنی، محتوایی مواجه بودیم اینا رو بررسی کردیم و حد فاصل این کنفرانس ها دیگه از راه دور از نقاط مختلف دنیا چه با دوستانی که در ایران و در مقام استاد یا در مقام دانشجو به ما به قول معروف مشاور میدادن و چه دوستانی که در خارج کشور بودن سعی می‌کردیم که این موضوعات رو پاسخ بدیم که الان من وارد جزئیاتش نمیشم، در حوصله این بحث نیستش. بعد از اون در واقع میتونیم بگیم که اون چیزی که تا حالا به دست آورد آوردیم شاید سرخطاش که خب همه رو نمیشه گفت، در واقع الان میتونیم بگیم که ما یک تیم آکادمیک منسجم داریم که بسیار هم مشتاق و فعال و پرکار و زحمتکش هستن. ما در برنامه آموزشی لازم رو تدوین کردیم، این پروسه خیلی طولانی کار بسیار مشکلی بوده، کار بسیار سختی بوده، برای اینکه می‌خواستیم که واقعا آکادمیک باشه و پاسخگوی اون نیازهایی که یا حداقل نیازهایی که شایسته همچین نهادی هستش، یک نهاد به قول معروف آبرومند آکادمیک علمی برای جامعه ایران باشه. بعد از اون بر اساس اون برنامه آموزشی تک تک استادا زحمت کشیدن، تمام دروس رو هم جزئیاتش رو کار کردن که کماکان همین داستان ادامه داره چون خیلی کار گسترده‌ای هستش. ابزار تکنولوژیکی که لازم داشتیم بسیار تحقیق کردیم، تلاش کردیم که از چنو ابزاری استفاده بکنیم و چنو ابزاری در امکاناتمون هستش. به هر حال اون پلتفرم ها و اون ابزار تکنولوژیک هم که باید استفاده بکنیم حالا پس کردیم. در زمینه اینکه بتونیم مدرک معتبر در اختیار دانشجو قرار بدیم تحقیقات گسترده ای کردیم، به نتایجی رسیدیم که توی مراحل مشخص بتونیم پاسخ شایسته به این موضوع بدیم. و نهایتا هم آخرین مرحله که اخیراً از جوان ماه گذشته درگیرش بودیم چندی ماه و پروسه خیلی سنگینی بودش، پروسه پذیرش دانشجو بودش که با همکاری هیئت علمی و کمیسیون پذیرش این کار به سرانجام رسید خوشبختانه و استقبال خیلی زیادی شدش. ما پاسخگوی همه به اصطلاح متقاضیان نمیتونستیم باشیم که وارد جزئیاتش نمیشم ساز و کار به چه ترتیب بوده، ولی تمام تلاشمون کردیم که حداکثری که در توانمون بوده بتونیم پوشش بدیم در ادامه. و اون چیزی که ما الان پیش رو داریم و توی کنفرانسی هم که الان درگیرش هستیم مشغولش هستیم این هستش که از در کمال خوشحالی شرف و شادی از ژانویه آینده ما اولین دوره مطالعات علوم اجتماعی رو در ایران آکادمی آغاز میکنیم و یک سال تحصیلی سخت و پرکار رو پیش رو داریم که از اول تلاش بکنیم و این داستان ادامه دارد.